یوبوست مشکلی که همه ایرانیا با اون مواجه هستن از نوزاد تا بزرگسال مشکل از جایی بیشتر میشه که این یوبوست مزمن بشه درمان توی خانمهای باردار و نوزادان سختره سلام علی رزا زاری هستم تو این ویدیو قراره در رابطه با انواع یوبوست با هم صحبت بکنیم علتهای مختلفش رو با هم بررسی میکنیم راه های درمانش رو بهت میگم با ما همراه باش شما وقتی غذا میخورین غذا از راه دهان وارد مری معده و روده باریک میشه مشکل اصلی ما همین روده باریکه یکی از علتهای یوبوست خشکی بیش از حد روده است که بدن به صورت طبیعی باعث توقف غذا میشه چون اگر قرار باشه که غذا حرکت بکنه ممکنه زخم روده ایجاد بکنه نشونش چیه؟ که شما میری دستشویی مدفوتون به صورت خیلی غیری مشکی خیلی خشک و با درد زیادی دفع میشه این نشون میده که روده شما خیلی خشک شده علتش چیه میتونه ناشی از حرارت بالا و رطوبت پایین باشه. پس باید بیم از موادی استفاده بکنیم که حرارت روده رو بیاره پایین و رطوبت رو ببره بالا. از مواد گیاهی میتونیم استفاده بکنیم که تو کلیپ های بعدی به توضیح میدم و از پودرهایی که ما میتونیم استفاده بکنیم یکی از پودرها پودر برنه که داخلش انواع فیبرها و و مواد دیگه ای وجود داره باعث میشه که حرارت بیاد پایین و به رودت رطوبت بده یک قاشق مرباخوری در یک لیوان آب حل میکنی و در طول روز استفاده میکنی یکی دیگه از موادی که استفاده میشه پودر پیسیلیوم این هم مثل قبلی یک قاشق مرباخوری در یک لیوان آب در طول روز استفاده میکنی یه فودر دیگه داریم اسمش سوربیتوله این به شدت قویه اگر استفاده بکنی از حال عجیبی بهت میده حواست باشه داخل مهمونی یا مسافرت استفاده نکنی طرز استفادهش هم اینطوریه که یه بسته از اونو داخل یک لیوان آب حل میکنی و استفاده میکنی یکی دیگه از علت اینه که ازولات روده شما ضعیف میشه یکی از موادی که واسه انقباز ازولات لازمه کلسیومه پس اگر شما کمبود کلسیوم داشته باشین دچار یوبوست میشین و یوبوستتون از این نوع واسه درمانمون میام از شیاف بیزاکودیل استفاده میکنیم چرا که شیاف بیزاکودیل این انقباضات رو تحریک میکنه که بیشتر صورت بگیره و اون چیزی که داخل روده ها مونده دفع میشن اینجا این نکته کنکوری میخوام بهت بگم دفتر و قلمتو آماده کن نکاتو بنویس به دردت میخوره این که اگر علت یبوست شما خشکی روده بود و بیای از شیاف استفاده بکنی کم کم باعث زخم روده میشی و درمان شما نتیجه عکس میده چرا که خشکی وجود داره بدن به صورت طبیعی غذا رو نگه داشته شما میای روده رو تحریک میکنی میگه غذا رو تخلیه بکن و این باعث میشه که روده شما زخم بشه حالا ممکنه مرتبه اول یا دوم همچین اتفاق نیفته ولی به تدریج این اتفاق واسه شما میفته یکی دیگه از علت‌های یبوست کمخونیه وقتی غذا به روده باریک میرسه قراره که این غذا جذب بشه پس بدن به صورت طبیعی خون لوله گوارش رو بیشتر میکنه حالا اگر شما کمخونی داشته باشی خون کمتری حول لوله گوارش شما میچرخه خب این خونه کمتر باعث میشه که غذا مدت بیشتری در روده باریک شما بمونه نشونش چیه وقتی شما مدفوع میکنی مدفوعتون به صورت بریده بریده میاد بیرون خیلی نازک میاد بیرون و ممکنه به کاسه توالت هم بچسبه اگه چسبندگی هم داشته باشه نشون میده شما قلزت خون هم دارید پس اگر یوبوست شما ناشی از کمخونی بود باید بری کمخونی تو برطرف کنی. که حالا تو کلیپ های بعدی من میام راه های مختلف رفع کم خونی رو بهت میگم حالا واسه درمان مقطعی چیکار میکنی؟ میتونی بیای از شربت لاکتولوز استفاده بکنی شربت لاکتولوز از مواد قندی که داخلش وجود داره جریان خون رو میکشه به روله گوارش و باعث میشه که اون چیزی که داخل روده شما هست تخلیه بشه خانوم ها تو دوران ماهیانه یا سیکل ماهیانشون همچین اتفاقی واسه شون معمولا میفته که میتونن از این شربت استفاده بکنن یکی از علت دیگه کمخونی نارسایی های قلبیه اگر شخص نارسایی قلبی داشته باشه خون به خوبی حول لوله گوارشش جریان پیدا نمیکنه این جریان پیدا نکردنه باعث میشه که اون دچار یوبوست میشه که اتفاق خیلی هم واسش بده کسایی که نارسایی قلبی دارن یا مشکلات قلبی دارن معمولا از قرص سیلاکس استفاده میکنن یا اگر بستری شده باشن تو بیمارستان قبل از عمل مقدار زیادی بهشون قرص سیلاکس میدن که هر چی تو بدنشون وجود داره تخلیه بشه یکی دیگه از علتهای یوبوست اینه که شما تحرک کافی نداری این که ما خوش میز میشینیم یا مسافرت های طولانی مدت همین یوبوست رو واسه ما ایجاد میکنه یبوستی که ناشی از عدم تحرکه پس روزانه یک روبل و نیم ساعت پیاده روی باعث میشه که جریان خونه بهتر اول لوله گواشه ما جریان پیدا کنه و دوچار این نوع نشیم معمولا واسه این نوع هم میتونیم از شربت لاکتولوز باز استفاده بکنیم که شربت لاکتولوز فوقالعاده قویه و معمولا جواب خیلی عالی واسه میده باز حواستون باشه معمولا اسحال میده یعنی تو مسافرت ها سعی کنید کمتر استفاده بکنید یا داخل مهمونی هستین یا اگر جایی هستین که امکان دسترسی به دستشویی ندارین کمتر استفاده بکنید یکی دیگه از علت های اینه که شما از قرص ها و مکمل های ممکن استفاده بکنید اگر دچار یوبوسد شدین بهتره که با پزشکتون مشورت بکنید که قرص ها و مکمل های شما رو عوض بکنه اینها علت های و درمان های مخصوص به اون بود که واسهتون گفتم شما اگه تجربه دیگه ای واسه رفع یوبوست دارین داخل کامنت ها واسه ما بنویسید